خان عرفاءالدوله میگه در قرن 19 وارد انگلستان شدم، رفتم رستوران، آخر شب بود، یه غذا خواستم، مرغ برای من آوردن، مرغ که گذاشتم دیدم کرم از توش در میاد، اون موقع یخچال نبوده، میگه مرغ اینقدر کهنه بود که دیدم این مرغ کرم گذاشته، غذاشون مالی نیست. من یادم میاد یک زمانی در ایران ویمپی همین همبرگر مد شده بود از انگلستان، غذای قابل ارزششون همون سوسیس و عرض شود که ویمپی بود. انگلستان ما رفته بودیم، بیشتر این غذا و حد اکثر مایه سرخ شده. تتر استیک غذای خیلی گرانی بود که گویا حدود مثلا فکر کنم 10 پوند بود، معلوم شد گوشت چرخ کرده خام تاتارها این به اصطلاح مواد این غذا رو می‌خوردن. حالا علی آقا دولت میشینه فکر میکنه، میگه آقا من رضا شاه رو راضی کردم. موقعی که من آشپز رضا شاه بودم، رضا شاه آدم عکولی بود. در این خاطرات و سفرنامه ها و کسانی که زندگی نامه نوشتن درباره رضا شاه میگن خیلی به غذاهای خوشمزه و گوارا علاقه داشت و دکتری بود تعریف میکرد، میگفت مدتی بود رضا شاه خیلی از دل درد مینالید و من جایی هم خوندم، یعنی الان یادم نیست ولی اینو دقیقاً به صورت کتبی هم خوندم، دل درد شدیدی داشت. یک دکتر جوانی که از اروپا برگشته بود آوردن، گفتن ایشون سوءهاضمه‌اش خوب نمیشه، همش دلش درد میکنه. اینا رو من میخوام بدون که مملکت رو بشناسید، در این 80 سال 90 سال و 100 سال چقدر مملکت عوض شده. با شاه مملکت اینطوری رفتار میکردن. اولین بار یخچال به طوری که خانم توران امیر سلیمانی همسر رضا شاه در خاطراتش نوشته، سال 1119 یخچال به قصر سلطنتی اومد، اسمش هم فریجیدر نوشته، تو خاطراتش فریجیدر نوشته، من کتابو چاپ کردم در ایران. خب نوشته فریجیدر، یه دونه برای ولیت فریجیدر خریدن، حتی کلمه یخچال رو نمیتونستن بشن، یعنی چنین کلمه وضع نشده بود. دکتر جوان میپرسه که غذای اعلیحضرت کجاست، میگن در آشپزخونه. میره در آشپزخونه میبینه دو تا جوجه رو آوردن، جوجه پر از خاکه، تمام این جوجه کشته شده تو خاکه، تو گله. میگه که این چیه؟ میگه ما برای اینکه گوشت غذای رضا شاه، آشپز میگه، بیات بشه، ما اینو وقتی جوجه رو میکشیم سه روز زیر خاک قرار میدیم که گوشت بیات بشه، نرم باشه، چون شاه میخواد غذایی که میخوره خیلی به اصطلاح لطیف باشه. میگه من میگم احمق، این دکتر ایرانی که از خارج اومده بود، گفت احمق، این بیات کردن نیست، همین که شاه دلش درد میکنه. میگه ما جرئت نکردیم به شاه بگیم علتش چیه. رفتم به اون فرمانده به اصطلاح واحد سلطنتی، گفتم این آشپزا رو اخراج کن. دو تا آشپز آوردن، قرار شد اگر شام میفهمید که اینا مرغ و زیر خاک میذارن سه روز چهار روز، ممکن اینا رو دستور اعدامشونو بده. علی آقا دولت آشپز چنین آدمی بود. بعد از اینکه اونا رو بیرون کردن، علی آقا دولت آوردن، این سابقه داشت، خوبم آشپزی میکرد. وقتی مهندس ملکوتی میگه باش صحبت کنیم که آقا ما چیکار کنیم، این انگلیسا رو که اینقدر پررو شدن و باز دارن اون غذای بیمزه خودشون به عنوان غذای ملی در خاک ایران، در سرزمین ایران، در کشوری که سابقه غذا و برنج از زمان هخامنشیان داره، برنج از چین آوردن. شما نگاه کنید سبزیای ما رو ببینید، تربچه رو ببینید، ریحان رو ببینید، کنار کباب ریحان میخورن. من تو ترکیه دیدم شاهی میخورن، اصلا ریحان نمیشناسن. ماهی رو نگاه کنید، سبزی پلو ماهی رو نگاه کنید، چلو کباب رو نگاه کنید. این خودش باید یه برنامه تلویزیونی مفصل از آشپزخانه های تهران، از رستوران های تهران، واقعا باید مردم باید آگاه کرد چقدر هنر خانارایی، خان یعنی سفره آرایی در ایران زیاد و قدیمی بوده. علی آقای دولت میگه من این جمعه چلو کباب میدم، چلو کباب سلطانی و چلو کباب کوبیده به آقایون کنسرسیوم میدم که اینا با غذای ایرانی آشنا بشن. میگه جمعه میشه، انگلیسی ها وقتی میان
شروع میکنن عصبانی شدن. آقا این چیه؟ این برنج چرا گذاشتی؟ چلو کباب چیه؟ کره چیه؟ فلان چیه؟ ما استیک میخوایم، ما غذای خودمونو میخوایم، ما شینسل میخوایم، این چی درست کردی؟ میگه نمیخورن. این حالتو دارن ها. میگم نهار نخوردن. میگه ما هیچ به رو خودمون نیاوردیم. چلو کبابا همه برگشت. برگشت و اینا غذای خودشونو خوردن. داشتیم توی یخچال غذا داشتیم. میگه دفعه بعد ایرانی‌ها جلوی اون رستوران نشستن، 100 نفر ایرانی شروع کردن چلو کباب خوردن. میگه این چلو کبابو که می‌خوردن، این مهندسین آمریکایی گفتن این چیه؟ من برای اطلاعاتون عرض کنم، الان 100 رستوران ایرانی، 100 چلو کباب ایرانی در لس آنجلس هستش. در لندن بهترین چلو کبابیا، ولی مزهش مثل چلو کبابی ایران نیستش. در پاریس همینطور، جواد فریفته فوت کرده ولی رستوران های متعددی غذای ایرانی و چلو کباب عرضه میکنن. مرحوم تفضلی برام تعریف میکرد یکی از آشپزهای احمدشاه، یکی دیگه از آشپزاش در استانبول باقالی پلو ایرانی میداد و چلو کباب ایرانی. میگم ما میرفتیم هفته یه بار میخوردیم. میگفت اینا اومدن و آمریکایی‌ها کم کم هلندی‌ها فرانسوی‌ها پرسیدن این چیه، براشون تعریف کردیم که آقا این کبابه، این همون استیکه، منتها روی منقل ما اینا رو میپزیم. بعد این برنج، عرض شود که این ماست، این تخم مرغ، تخم مرغ زردش رو بهش میزنن. صبح خیلی براشون عجیب بود که گفتیم یه ماده سحرآمیز، شوخی با اینا کردیم که آقا حسن صبا اینو میداده به مریداش، این همون گرد قرمز اسرارآمیز تاریخیه. میگم اینا شروع کردن کم کم آمریکایی‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها شروع کردن غذا خوردن، هی شروع کردن تعریف کردن. چلوه کره زده رو وقتی میخوردن شروع میکردن چشماشون واز میشد، بعد کبابا رو یکی یکی شروع کردن خوردن، هی گفتن چقدر خوبه، چقدر خوبه. هفته بعد گفتن آقا ما چلو کباب میخوایم، اون غذای ایرانی، اون غذای حسن صبا، اونی که حسن صبا اون گرد سحرآمیز رو روش میریخ و میخورد. میگفت این انگلیسا دست از پا کوتاه‌تر، رستورانشون جمع جور شد، غذای ملیشون مختص به یه عده کمی از اینا شد. اونا هم هفته بعد اومدن گفتن ما چلو کباب میخواییم. میگفت این یه نوع خودنمایی ولی تظاهر به قدرت بود که آقا فکر نکنید شما از اونجا اومدید هر چی بیارید درسته. شما فکر کنید غذاهای بدمزه شما، غذاهای بی‌طعم شما، غذاهای بی‌چاشنی شما خیلی خوشمزه است. حالا هم که می‌بینید همه عاشق غذای هندی هستن. تمام غذایی که می‌پزن فلفل هندی به کار می‌برن، کاری به کار می‌برن. میگفت این خیلی در آبادان سر و صدا کرد. یعنی ما اومدیم کم کم به اینا یاد دادیم. بعدم ایرانی‌ها دیگه ایرانی‌های تو سریخور زمان قبل از ملی شدن نفت نبودن. اینا خیلی با احتیاط کار میکردن. کاری که کنسرسیوم کرد این بود که شروع کرد کاستن از تعداد کارگران. ما زمان مصدق 60,000 کارگر داشتیم. اینا رو کم کم بازخرید میکردن. یک کاری میکردن عده اینا کمتر بشه که یک موقع در آینده اعتصابی، حادثه ای، اتفاقی نیفته. ولی علارغم تمام این مسایی که اینا کردن، عرض شود که در انقلاب دیدید که اعتصاب نفتی ها بود که عرض شود کار حکومت سابق رو تمام کرد. نفتگرها بسیار مردمان باهوشی هستند، بسیار مردم سیاسی هستند. ما برای برنامه‌ای رفته بودیم آبادان، در روز جمعه ای بود، دیدیم دور تا دور ما نشستن کارگرا دارن گوش میدن. کارگرای بازنشسته اومده بودن که ما خاطرات اون زمان رو تجدید کنیم در محوطه پالایشگاه با عظمت آبادان که زمانی بزرگترین و تنها پالایشگاه معظم آسیا بود و همه تعریف میکردن. یعنی انگلیسی ها دچار وحشت شدن وقتی گفتن پالایشگاه از دست شما میره. حال اینا خیلی دگرگون شد. فعالیت های شرکت ملی نفت ایران بعد از کنسرسیوم خوشبختانه با افسوده شدن عده زیادی از جوانان تحصیل کرده که اینا هر کدوم واقعا مایه افتخار این مملکت بودن، به جمع کارشناسان فزونی گرفت. ما در منطقه البرز یعنی نفت قم هم به یک به اصطلاح موفقیت هایی رسیدیم که آتش سوزی
سال 1336 معروفه که ناچار شدن آقای کینلی متخصص به اصطلاح فرو نشاندن آتش رو که ساعتی چند هزار دلار میگرفت از آمریکا با هواپیما با شتاب زیاد بیارن که چاه البرز رو خاموش کنه. همینطور موفقیت‌های زیادی نصیب شرکت ملی نفت ایران شد. شرکت ملی نفت ایران مدت‌ها آن نقش به صدا خونسا رو که کنسرسیوم بهش داده بود حفظ کرد، ولی اون شور و جنبش و غلیان ایرانی باعث شد که کم کم اینها شروع کنن به یک فعالیت‌هایی، یعنی دیگه اینا در چارچوب کنسرسیوم نگنجن. قسمت هایی از خاک ایران که در حیطه اختیار کنسرسیوم نبود، اینا تبدیل شد به مراکز نفتی ایران.